درود بر شما. امروز میخواییم بریم توی آسمون ها و سرهم کردن چند تا غول پرنده و متعلقاتش رو ببینیم. شماره 1، رولز رویس ترنت اکس دبلیو بی. این موتور بیشتر روی ایرباس A350 است. این هواپیما رو هواپیماهای دیگه هم نصب شده، ولی بیشترشون روی اینه. میخوایم ببینیم این موتور چجوری اینجا جمع میشه. بالاترین کیفیت در قطعات. همینطور در این پیچ ها. همه چی باید بهترین نوعش باشه، چون با جون آدم ها بستگی داره. تمام این کارکنان مهندسان رده بالا هستن. اینجا میره تو اتاق تست. یک اتاق خیلی ایزوله و محکم که خودش یک اگزوز داره به خارج از ساختمون. موتور آماده شد، بسته‌بندی شد و میره برای مشتری. حالا میخوایم بریم ببینیم این هواپیما رو چجوری میسازن. بوئینگ C-17، یک هواپیمای باری نظامی. این هواپیما از سال 1991 ساخته شد تا سال 2015 و در سال 2015 آخرین اونها ساخته شد که همین اینه. این آخرین C-17ایه که تو دنیا ساخته شده. شماره 279. این سالن مخصوص C-17 ساخته شده و هر 279 C-17ای که تولید شده در این سالن بوده. کارکنان خیلی احساس ناراحتی میکنن، چون میگن دلمون برای این هواپیما تنگ میشه. وقتی دو تا قطعه بدنه رو میخوان جفت کنن، باید آروم و با دقت انجام شه. میلیمتری حرکت میدن تا جفت بشه.
Done slowly. Right side 900, left side 980. Done precisely. بیشتر کارکنان این سالن از سال 91 توی این سالن دارن کار میکنن. یعنی یه چیزی حدود 25 سال 17 تولید کردن و دیگه به دوران بازنشستگیشون دارن نزدیک میشن. برای همین ناراحتن که تو سالهای آخر خدمتشون برن روی یه هواپیمای دیگه. این آخرین C-17ایه که ساخته میشه، اما حالا C-17ها مشغول به کار هستن، چون این هواپیماها وقتی بهشون رسیدگی میشه به مدت‌های خیلی طولانی کار میکنن، مثل C-130 های ارتش ایران که از سال 1954 که تولید شده در ارتش ایران مشغول به کاره، یعنی یه چیزی در حدود 70 سال. فکرشو بکنید، هنوزم داره قشنگ کار میکنه. نه فکر کنید چون برای ایران از رده خارج نشده، تو ارتش آمریکا هم هنوز اینا داره کار میکنه. پروژه بعدی، هلیکوپتر آپاچی. این هلیکوپتر توسط شرکت بوئینگ ساخته میشه و یکی از بهترین هلیکوپترهای نظامیه. فیلم برداریشون به صورت تایم لپسه و بیشترشو باید خودتون نگاه کنید بدون شک. هلیکوپتر آماده شد که بره برای رنگ. میره تو اتاق رنگ و با رنگ نظامی میاد بیرون. حالا باید بره بقیه کاراش انجام بشه. نصب موتور، سنسورها، سیمکشیها، تودوزی، جلو داشبورد، آمپرها، همه چی در این مرحله باید تکمیل شه. تکمیل شد و اومد برای تست. قبل از اینکه اینو تحویل مشتریش بدن، باید 240 ساعت باهاش پرواز کنن تا همه چی دوباره تست بشه و مطمئن بشن. قیمتش هم بدونید جالبه. 25 میلیون دلار قیمت این هلیکوپتره. پروژه بعدی، بوئینگ 747. یک هواپیمای محبوب که سالهای سال در حال خدمته و هنوز هم داره ساخته میشه، ولی میخوان یواش یواش بازنشستش کنن و 777 جانشینش بشه. باز و بسته شدن چرخا بارها و بارها تست میشه.
اومد قسمت نقاشی. البته این 747 کارگوه، یعنی باری. 747 هنوز محبوبه و خریدار داره. 420 میلیون دلار هم قیمتشه. ولی 777 که قرار جایگزین این بشه 320 میلیون فروخته میشه. اینها قیمت‌های هواپیمای مسافریه، نه باری. 747 باری 20 میلیون دلار ارزون تره، یعنی 400 میلیون دلار. معلوم میشه که 20 میلیون دلار پول صندلی ها و تودوزیشه. با سپاس از شما همراهان چیزومیز. آشنایی با آخرین اختراعات، ابتکارات و طرز ساخت چیزهای مختلف رو در چیزومیز دنبال کنید. لطفاً سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و نظراتتون رو برای ما بنویسید.